خوش اومدید به پارت سوم شیطانگرایی. طبق قراری که گذاشته بودیم از قبل، پارت سوم قراره که سوال جواب باشه. اینجاییم که راجع به سوالاتی که پرسیدید صحبت کنیم و در خدمت ماگوس عزیزیم. خیلی خوش اومدی به پارت سوم ماگوس جان. و سوالات دیدی، سوالات چجوری بود به نظرت؟ بر شما خیلی خوشحالم که باز با هم هستیم و گفتگو خوبی خواهیم داشت. سوالا هم خوب بود، هم متوسط بود، هم خیلی خوب بود بعضیاش. فقط نکته‌ای که هست اینه که من ازتون خواسته بودم، این چندین بارم واقعا خواستم که فقط توی یوتیوب کامنت بذارید، چون بچه‌ای که آره توی ناشناس تلگرام واسه من میفرستن و اینا رو، خب وقت نمی‌کنم من اسکرین شات بگیرم. همونجوری هم که حالا می‌بینید یه مقداری هم فاصله میفته بین هر پارت، چون که خیلی کانتنت سخیر و وقت‌گیریه، به همین دلیل یه مقداری فاصله میفته. و دیگه هر اون چیزی که در یوتیوب کامنت کرده بودید و ما قرار راجبش صحبت کنیم، به اضافه فکر میکنم یه سری از سوالاتی که تو دایرکت از خود شخص شما پرسیده بودن، درسته؟ بله کاملا. امروز سعی داریم پرسش و پاسخ باشه، در واقع سوالهایی که پرسیده شده، مفاهیمی که گنگ بوده یا اصولا بر اساس مشکل ترجمه که ما داریم از زبانهای دیگه ممکنه سوء تفاهم باشه. در واقع من امروز میخوام این بحث رو کارگاهیش کنم، یعنی بحث آموزشی ما نداریم و نخواهیم داشت، چون اولا من کسی نیستم که بخوام آموزش بدم یا درس بدم، دوم سیتانیزم بر پایه فردگراییه، یعنی فقط و فقط خود شما میتونید تحلیل کنید، سوال کنید، جواب کنید، پیدا کنید و انجام بدید و نتیجهش رو ببینید. اگه نتیجهش قابل قبول نبود از اول ریست. روی این حساب سیستم استاد شاگردی یا این نوچه بازی ها تو سیتنیزم اصلا جایی نداره. کلن بهتر همین الان سنگامون رو با هم وابکن که هر جا این موضوعی به وجود اومد که استاد شاگردی بود، همونجا بس سیفونو کشید، اصلا اونجا راجبه سیتنیزم ما صحبت نمی کن. اون دیگه میشه فرقه بازی، میشه دین و میشه اتفاقاتی که ما رو به اینجا رسونده. نکته‌ای که هست اینه که یه سری از سوالات اتفاقا بر پایه و اساس همین بود، یعنی بچه‌ها یه مقداری درک نکرده بودن حس می‌کنم کاری که داریم انجام میدیم و صحبتایی که کردید و دقیقاً بر پایه و اساس همون دین. حالا به سوالات می‌رسید. من یه سری از سوالات داشتم گریه می‌کردم وقتی که می‌خوندم، گفتم چی جوری لعنتی تو ویل رسیدی که همچین سوالی رو بپرسی. و میرسیم به سوالات. چرا خوب شد که همون اول ویدیو به این اشاره کردید که اصلا قرار نیست فرقه و دین و اینجور چیزها باشه. یه نکته دیگه که خیلی مهمه برای این که ما تو این جلسه که یه کارگاهی هست، هدفمون فقط آگاهیه، ما راجع به اطلاعات صحبت میکنیم، تصمیم گیری اون طبق اصول سیتانیزم با خود شماست، با هر فردیه، یعنی این رو کلیر الان داشته باشیم. بعد من میخوام یک طبقه بندی بکنم تو مفاهیم به اسم منطقه، فاز، قلمرو، حوزه، یا میگیم ماتریکس احتمالا. هر کلمه یا هر مفهومی توی ماتریکسی یک معنایی داره. وقتی شما ماتریکس رو عوض میکنی معناش فرق میکنه. در واقع این میشه اون قلمرو فهم ما، اون دریافتی که ما داریم، که ما اصولا میگیم کانسپت. در واقع این کانسپت ها رو باید بتونیم جدا از هم تمیز تشخیص بدیم. اگه اینا رو اشتباهی بکنیم مفاهیم جابجا میشه، یعنی ما وارد دین میشیم، وارد الک دولک میشیم و خرابکاری شکل میگیره. اگه موافقیم سوالا رو شروع کنیم؟ حتما با پرتکرار ترین سوالی که بود شروع کنیم اگه موافقید، این که سورس گفتگویی که ما داریم میکنیم از کجاست، یعنی صحبتایی که داره میشه سورسش دقیقاً از کجا داره؟ از منم این پرسش رو به گونه این پرسیدن که کتاب معرفی کنید، سورس معرفی کنید. من قرار نیست چیزی رو درس بدم یا توصیه کنم، کتاب هم معرفی نخواهم کرد، چون اون نسبت به همت شماست که چی جوری فکر کنید، چه کلمه ای رو، چه کلید واژه ای رو سرچ کنید و چی جوری مطلب رو پیدا کنید یا کتاب رو پیدا کنید، چی جوری اون رو بخونید، بجوید، هضمش کنید و دفعش کنید، و وقتی دفع شد تازه مفهومی در ذهن شما به شکل اینفورمیشن یا دیتا شکل میگیره که وقتی ما میخوابیم و بر اساس تجربه هامون تو مدت زمان طولانی اگه مکانیسم ذهنمون تمیز کار کنه، این اینفوها یا دیتاها، دیتا فارسیش میشه داده، این داده ها به شکل ویزدم، یعنی به شکل یه گره های
تشکیل میشه. وقتی اون گره تشکیل شد، اون چیزیه که ما بهش میگیم دریافت. حالا کاری که من دارم میکنم تجربه شخصی خودمه، تحصیلاتی که داشتم، تحقیقی که کردم، تو سفرهایی که کردم، درگیری الک دولک هایی برام به وجود اومده، با توجه این که من دین رو تحصیل کردم و چون دغدغم بوده و دیدم مثلا این رشته کثافتکاری از کجا داره میاد و این تجربیات خودم با این کتاب خوندن ها، مقاله ها، ورکشاپ ها، سه نقطه من به این نتیجه رسیدم و اینو شروع کردم دریافت کردن اول، بعد که هضمش کردم بعد دیدم که خب پس ریشه این بردگی از اینجا میاد، این تاریخ بردگی که بر ما اتفاق میفته اینجوری، دین ها چرا بر ما نازل میشن به این دلیله. و سعی کردم این رو تو موزیکم به یه شکلی هنرگونه، ارتگونه ارائه بدم، که حالا موسیقی که من کار میکنم یه خورده یه بخشش آنتی اسلامی که اصلا واسه همینه، یعنی تمام این چیزهایی که خوندم و دریافت کردم و سعی کردم ریشه یابی کنم و اون ریشه هاشو ارائه بدم و یه بخشش برمیگرده به هویتم که از ایران شهر، از اون ایران کلان میاد که الان اگه بخوام بهش اشاره کنیم الان ال ایران بعد بگیم یا ایرانک، چون اشغال کوچولوش مونده 100%. من اشغال شدیم ما تو این حوزه که یه الک دولکی هست، یک مخمسه‌ای هست، الان داریم این گفتگو رو با هم انجام میدیم. و برای من شخصا چرا مفهوم شیطانگرایی، سیتانیزم انقدر مهم بود؟ چون ریشه است. ما اگه ریشه ها رو درست بذاریم یا درست حتی بفهمیم، میتونیم درست فکر کنیم، درست تصمیم بگیریم، درست بخونیم، درست انتخاب کنیم. پس جواب سوال اول، تحقیقات شخصی خودم نسبت به سفر و مطالعاتم و تحصیلاتم، و دوم تجربم. اتفاقا فکر کنم تو پارت اول به این موضوع اشاره کردید که مثلا یه سری چیزها رو پیدا میکنید و مثلا از یه پروفسوری وقت میگیرید واسه اینکه کامل بتونید ترجمهش کنید. و راجب شاتانا هم اگه بچه ها واقعا دنبال مثلا داستان شاتانا برن، توی زرتشتی خیلی راجبش حرف میزنن. یعنی من یه کورس زرتشتی دیدم، اتفاقا خیلی هم با کیفیت کمی توی یوتیوب آپلود شده بود، اونم مثلا راجب شاتانا صحبت میکرد. و ما دیگه وقتی تو سانسور بزرگ میشیم یه مقداری سخته، مثلا ما اینجوری کتاب فلان صفحه فلان نیست که حالا ما بخوایم راجبش حرف بزنیم. و چه خوب شد که حالا راجب این موضوع هم صحبت کردید، توی پارت اول اشاراتی کرده بودید اگه اشتباه نکنم به این داستان. بله، حالا ما از زرتشتیگری یا دین زرتشت، زرتشت که دین نیست، یک فلسفه است، یک دیدگاه، یک اسمه. اسم همونجور که گفتیم مثل نیهیلیسم، سیتانیسم، اسم همون فارسیش میشه اسم، در واقع همون معناست، همون چیزی که ما بهش میگیم شم. و این مشکل دیگه که داشتم، خیلی ها که سوال میکردن یا تو کامنت ها من میدم اسماشون، من میدیدم عربیه یا اسماشون میدیدم مسیحیه. خب این ورم داریم ما دیگه، یا اسماشون یهودیه. یعنی خب اینجا دیگه دعوامون میشه ما. خب تو اگه یک منطقی رو میخوای شروع کنی تمیز و از پایه شروع کنی، بعد بر خود اسم انتخاب کنی. اسمی که به تو دادم به تو هیچ ربطی نداره، چون تو داری سابقه یک کلکتیو دین رو میکشی، فرق نمیکنه اسلام باشه، مسیح. اینجا اسما همه کریستیان اینا هست و خب این همون محمد و علی و نقی و ایناست. ابریشم، روبن، یوناس، یعنی این علی. من مشکل فقط با بچه ایران ندارم، با بچه های اینجام دارم، اسمشون همه مسیحی و یهودیه و تو بندای بلک متال هم هستن. و من اولین سوال که میکنم میگم چی کار داری میکنی؟ خود گال هستش کریسیه. خود گال گال از خود. خب اینا چیزهایی که بر من سوال ایجاد میکنه. خب تو از پایه رو از درست از اول باید بذاری، یعنی شروع خیلی مهمه. تو به خودت باید احترام بذاری. و اسم همونجور که توضیح دادم قبلا، یه اسمی به تو میدادن پدر مادر. البته این پدر مادر که صحبت میکنیم با پدر مادرهای دینی که تو ایران هستن و جای دیگه هستن فرق میکنه، اونا یه حالت زامبیوار و سادیستیک و اینان. اسم به تو میدن و تو از سن بلوغ بر خود اسم انتخاب میکنی نسبت به هدفی که داری، نسبت به چیزی که بهش علاقه داری، نسبت به تجربیاتی که داری، نسبت به کاری که میخوای انجام بدی. اون اسم
تمام این ماجیک رو، این تلسم رو باز میکنه. این چیزی که ما راجبه دیدگاه یا آگاهی راجبش صحبت میکنیم و اسم خیلی مهمه. اسم واقعا تلسمه، یعنی همون کلمه اسم یا همون اسم، این خیلی مهمه. شاید به نظر خیلی ابلهانه بیاد که نه من اسمم مثلا تغییر نقی و ایناست و الان دارم، اوکی تقصیر تو نبوده، تقصیر یه گروه دیگه بوده که به تو دادن. تو میتونی استاپ کنی، بیستونی پرسه رو و از اول میتونی تعریف کنی یک زندگی جدید و از اونجا میتونی از صفر بسازی و بری جلو. این پاسخه. سال اول مونا اصلی پرسیدن که در قسمت اول گفتید شیطانگرایی در شخص نباید به خودش آسیب برسونه، چرا در کنسرت‌ها کاری انجام میدن که خون از بدن جاری بشه؟ فکر کنم راجع به اینم صحبت کردی دیگه شما. من فکر کنم صحبت کردم. ببین، حق نداریم به خودمون آسیب بزنیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما یک هدفی رو باید به سرانجام برسونیم. خیلی ساده است. راجع به بحث خودکشی بود و سوئیساید دی اس پی ام و اینا بود که خیلی ابلهانه است که تو هیچ کاری نکردی، هیچ سوادی نداری، نه ساز بلدی بزنی، نه زبان برنامه نویسی بلدی، نه زبان بین‌المللی بلدی، نه اصلا هنری داری و تو اون سن میخوای خودتو بکشی. خب اینو گفته بود کردیم که خیلی احمقانه است، هیچی اصلا. و تو وقتی تمام این علوم رو کسب کنی، سفر کنی، 40-50 سالت که شد، یک هدفی رو باید جلو ببری، یک چیزی رو باید بسازی. حالا جدای از اون که راجب ایران صحبت میکنی، بعد ایران رو پس بگیری، خیلی ساده است چون تو زندانی. مشکل من آخه یکی دوتا نیست، اینه که پاسپورتی که الان تو داری توش نشنالیتی نداره. خب مضحک تر از این نمیشه واقعا. یعنی در این حد تابلو گروگانی، حالا درسته اون اسما همه محمد و نقی و تقی و ایناست، ولی تو نشنالیتی نداری، یعنی ریشه نداری. حالا دوستشم بعدا راجع به NSPM هم صحبت کنم که اصلا دفنیشن اصلیش چیه و خیلی از این بنده اصلا با ناتسیزم کاری نداره. اینا پاتریوتن، اینا میگن ریشه کشور خودمون مهم. آقا من ریشه درخت اگه ریشه نشته باشه خوش میشه، تعارف نداریم با هم که. ماها تو ایرانی تو پاسپورتش نشنالیتی نداره. بریم سوال بعدی. راجب حالا این چیزی هم که گفتن ما میتونیم بیشتر صحبت کنیم، به خاطر اینکه موافقم ما توی سیتانیزم کالتوی خیلی، یعنی زیرشاخهی خیلی زیادی داریم. یعنی واقعا کسانی هستن که راجب این یه مقداری صحبت کردیم ولی یکم بیشتر بازش کنیم اگه موافق باشید. واقعا کسانی هستن که به این موضوع اعتقاد دارن که شیطانی وجود داره و در مقابله با خدا اون کارهایی که حالا شیطان گفته، مثلا ضربه به انسان، مثلا سری قاتلای سریالی تو آمریکا هستن که دنبال یه همچین داستانی بودن و اصلا سیتانیک پنیک مثلا از اینجا ها اومده. یه مقداری قاطی میکنن بچه ها اینا رو با هم. یعنی چیزی که حالا شما داری راجبش صحبت میکنی یه بخش دیگه، یه بخشی که از خود ایران میاد، از دل ایران میاد و ما راجب این صحبت کردیم که آقا قرار نیست حتی بعد مرگی هم اتفاقی بیفته. مثال های درستی هم زدی راجب شهربازی اینجور چیزا. اون چیزی که مثلا فکر میکنم این دوستمون منظورش بوده، دقیقاً مثلا کنسرت گورگورس رو نگاه کرده که خون گوسفند رو میان پخش میکنن و یه همچین حالتی، یه همچین حالت اکستریم عجب و غریبی. اون فرق میکنه دیگه با چیزی که مورد صحبت میکنه. ببین، ما برنامه رو میخوان شروع کنیم، اخبار رو میزنیم، اولش میگه In the name of God، میگه به نام خدا. حالا خدا میتونیم بعداً باز کنیم. این به دین باور داره، یعنی همون اول که میگه به نام خدا تموم شد، سیفون رو بعد کشید. خب حالا یه چپتر دیگه داریم، میگه In the name of Satan، به نام شیطان. خب اینجا هم بس سیفون رو کشید، چون تو یعنی تو باورمند میشی، تو تقوا داری، تو دیگه ایمان داری. اصلا بحثی که اوریجینال سیتانیزم هست بر اساس تقوا و ایمان نیست، بر اساس خرد و وجدانه. اصلا واسه چی میگیم فردی؟ برای اینکه تمام مسئولیت ها رو تو باید قبول کنی، تمام مسئولیت ها رو. اگه به کسی بخوای بدی، حتی پدر و مادر، حتی هر پدیده‌ای، خرابکاری میشه. این موضوعی که میگن به نام شیطان یا In the name of Satan، این همون تئیستیک سیتانیزم هست. یعنی تو
باورمندی که یه خدایی هست، بعد این خدا رو ور میداری شیطان رو میذاری جاش. خب خودتو گول زدی، همه چیز دوباره همون مزخرفه. تو دوباره بعد تقوا داشته باشی، بعد ایمان بیاری، بعد کفاره بدی و هزار مسخره بازی. انقدر مضحکه این بحث تیستیک سیتانیزم و تو بنده بلک متال خیلی میبینیم. تو کامنت ها من دیدم هم به من داده شد و انقدر مسخره است، مثل چیزه کریستیان بلک متاله. دقیقا پارادوکس خار مادر. آخه یعنی چی؟ اصلا فلسفه بلک متال مبارزه و مخالفت با دینه. حالا اون بحث ضد انسانیشو کنار میخوام بذاریم. خب تو کریستیانو میذاری اون تاپ، نمیشه. میفهمی اونجا که میگم این ماتریکس ها رو باید اصلا جدا کرد که تو بگی درکی میخوای برسی، نه که خسر خود گول بمالی. این The Name of Satan، این تیستیک سیتانیزم، از اون ورم آتیستیک سیتانیزم داریم. یعنی میخوام بگم این عین بازی چیزه، مورچه چیه که کله پاچش چی باشه. تو میگی ما با اسلام مشکل داریم، حالا یارو میاد شیعه و سنی و هزار تا حنبلی و شافعی دارم. آقا اصلا به شاخهاش من کاری ندارم، من با کلش مشکل دارم. کلش نظام بردهداری غلطه، مغزتو استاپ میکنه، نمیذاره فکر کنی. بعد تو میگی نه شیعه اینو گفته. خب دیگه برانچش فایده ای برام نداره. یعنی همیشه با یه اصل ما کار داریم، یک ریشه، یک بنیاد. و برگردیم به سوال اون که چیجور ما به خودمون ضربه نمیزنیم. در واقع ما طبق مراقبه های طولانی که میکنیم، یعنی اون افرادی که میگن این ریچوال رو انجام میدن، این مناسک رو انجام میدن، مناسک جمع نسکه، نسک به زبان ایرانی قدیمی یعنی کتاب، یعنی نوشته شده، و مناسک معروف میشه به آیین ها، انجام مراسم ها. توی این مناسک اینا تست میکنن لول درد خودشون رو، چون شما اگه یه تیغ بره تو دستت ممکنه کل شاخصه مغزیت اصلا بپاشه، و بلد اون آنزیمایی که ترشح میشه، بلد اون اینفکشنی که داره، و تو باید انقدر قوی باشی که در مقابل اینها ایمونه کنی خودتو. و از نخوردن ها شروع میشه، از خیلی از خب ببین اینجا اون بحث محدودیت و ممنوعیت اسمی که تو انتخاب میکنی. مثلا من اشاره کرده بودم به وگانیسم که مثلا تو، بعد خیلی فکر کرده بودن که نه وگانیسم حتما یک اصل، نه یک انتخابه. شما برای مدتی از مسیری که داری میری بهتر خامگیاخوار باشی، چون انرژی کمتری بدنت مصرف میکنه، اجازه داری سبکتر حرکت کنی، ولی جلوتر لازمه که گوشت بخوری. یعنی هیچ چیزی ممنوع یا محدود نشده، انتخاب بر اساس مدت زمان کوتاه که آقا من این کورس رو میخوام برم، این میخوام برم 30 روز مراقبه کنم تو فران تمپل، بله بعد خام گیاخوار باشی برای اینکه سبک بگذره، جلوتر بعد گوشت و جلوتر بعد خون بخوری، بعد زنده خاری کنی. یعنی اینا انتخاب هایی هست که به شما اون حالت رو جوری تقویت میکنه که بتونی تصمیم بگیری کدوم مسیر رو میخوای بری، چه میدونی چی کار میخوای بکنی. هیچ باید و نبایدی نیست. این که مثلا میگن سیتانیزم وگانن، نه اصلا اینجوری نیست. کل هر کی اینجوری داره سوال میکنه دیدگاه اسلامی داره، دیدگاه مذهبی داره، چون تو مذهبی که میگن باید نباید، ما راجبه اسم داریم صحبت میکنیم، ما راجبه یه سبک داریم صحبت میکنیم. سبک ها میتونن سلکت بشن، انتخاب بشن، و تو بر اساس شعور خودت و فقط خودت عمل بکن. این تعریف نشده است حس میکنم واسه خیلی ها. یعنی اتفاقا الان میخوام بریم سراغ سوالی که من واقعا گریه میکردم سر این سوال. گفتم چجوری تو ویدیو رو دیدی؟ یه همچین سوالی چرا یه همچین سوالی باید پرسیده شه؟ بریم سر این سوال، چون که دقیقا نشون میده که مثلا واسه خیلیامون تعریف نشده است اصلا داستان این که آقا چیزی که ما این راجع حرف می‌زدیم اینجوری نی. سوال رو نگاه کنیم. گفتن که ماگوس یه جا گفت به نظرهای خودت احترام بذار و انجامش بده. نظرم اینه که همین الان بلندشم با اسلحه 20 نفر رو بکشم. آیا میشه؟ اولا نظر نیستین که تو اصلا تصمیم بگیری که همچین. بریم ادامش رو. اگه نمیشه پس سیتانیزم هم یه محدودیت‌هایی داره پس. اصلا من ربطشو اصلا نفهمیدم.
منم نفهمیدم، یعنی اصلا این یک مثال کاملا تعریف یک مثال معل فارق ما داریم، این سوال معل فارقه، یعنی فقط داره ذهن ما مصدوم میکنه. ما از اول داریم میگیم باید و نبایدی وجود نداره، ولی خب یه شعوری به هر حال هر کسی داره دیگه. ما داریم راجع به یک انسان، خب بیام اینو خوردش کنیم. خب تو الان اسلحه ورداری بری 20 نفر رو بکشی، خب شعورت عقلت به تو میگه که اولا 20 رو نمیتونی بکشی، نظر من اینه که چون دورش رو ندیدی و چون عصبانی هستی همچین تصمیم میگیری، که یعنی اگه مراقبه کنی عصبانیت تو باید نظاره کنی، یعنی به یه شعور نسبی برسی. بعد به چه دلیل میخوای بکشی؟ یعنی اینا همه هست. بعد جایی که زندگی میکنه چیزی به نام قانون هست، یه چیزی به نام پلیس هست و خب میگیرنت ادامت میکنن. خب این خیلی کودکانه است، یعنی عصبانی بشن یه کار بکنم، خیلی حالت تینیجی و اکتش بوی اسلام میده، مدل جهادیه بیشتر که کاری بکنم. این که اصلا ربطی نداره. خب تو ذهنت پر شده از مفاهیم اسلامی و آخه ببین راجب اسلام ما باید بدونیم که کسانی که مسلمون میشن اینا IQ پایین دارن و یک به دلیل IQ پایینشون سیناپسای مغزشون رشد نمیکنه. واسه این تا یک اتفاقی خیلی گنده تر از تعریفی که کتاب براشون کرده به وجود میاد قاط میزنن، یعنی مغز داره میترکه. چرا؟ چون یاد نگرفته اصلا. و این IQ پایین تکرار که میشه و تو کودکی اون اتفاقایی که تو کودکستان و مدارس دارن به خورد ما میدن، راجع به آموزش پرورش میرسیم بعدن، تو رو به یک انسان سادیسم، یعنی سادیستیک میشی. خب ترکیب IQ پایین و سادیستیک میشه بهترین مسلمون. این چیزی که دیگه علمی سایکولوژی 100% ثابت شده. و خیلی جالب براتون بگم که دولت‌هایی که فاند میدن به این داستان تروریسم، اینها شناسایی میکنن، یعنی لو IQ با این سیستم آموزش پرورش، وقتی چون سیستم آموزش پرورش رو اینا تبیین کردن تو این کشورها، اینها کارهای دهه ها قرن ها داره اتفاق میفته. شانسی نیست سیستم آموزش پرورش ما اینجوریه، فلان کشور اینجوریه. شما رو دارن تربیت میکنن که IQ پایین باشه و این سیستم دین اون پوش رو میده که تو با سادیسم آشنا بشی و این اتفاق بیفته. یعنی ریاکشنی که هست اسلحه بردارم 20 نفر رو بکشم که چرا واقعا. بعد به نکته خوبی هم اشاره کردید. من پیشنهادی که به این دوستمون دارم واقعا یکی از بزرگترین لطفاییه که میتونه در حق خودش بکنه و تمام کسانی که از این سوال تو ذهنشون پیش میاد، مناظره هایی که به فارسی هم اتفاقا انجام شده بین یک مسلمون با یک خدا ناباور رو بشینن نگاه کنن، عیناً همین سوالات رو میپرسه. یعنی اونی که مثلا به خدا باور داره که آقا منو مثلا قشه خودش تروریستی میبینه که حالا اون خدای داره جلوش رو میگیره که نره مثلا 10 نفر رو بکشه، یه همچی حالتی میگه خدای داره جلوش رو میگیره. برید ببینید اینا رو و ببینید که مثلا چه گفتگویی انجام میشه. یعنی چیزی نیه که ما حالا بخواهیم راجبش زیاد حرف بزنیم. خیلی بریم سراغ سوال بعدی. نوشتن که کاربرد عدد 666 چیه؟ یا عدد دیگه، تو چه مفهومی، تو چه ماتریکسی، تو چه قلمروی، تو چه فازی دارین سوالو میکنید؟ خیلی دیدن تو کلاس دینی هم خیلی حرف ازش که 666 نماد شیطانه. 666 خب خرافه است دیگه. اگه هیچ حوزه و قلمروی نداشته باشه، در واقع بحث نمرولوژی یا عددشناسی بر اساس تقویمه، تقویم یا کلندر، فارسیش ما میگیم قلندر. اون قلندرها بودن که این جدول ماه و خورشید رو داشتن که بعدا میشه کلندر، کلمه باز قلندر خودمونه. توی این کلندر یه اتفاقات میخوام، خیلی بحث تقویم طولانی میشه، ولی اون تو یک مفاهیمی داشته که جشنها بوده که جشنها رو مارک میکردن و 4 چنج سال بوده، بهار پاییز تا زمستان بوده که بستگی به کاشت و برداشت و نمیدونم خوشحالی و اینا بوده. و وقتی به جشن میرسیم، جشنها تعداد روزها با ماها برابر میشه. تقویم زرتشتی میتونید پیدا کنید اونو، که باز لزومن یسن جشن یا یزد که از یه ریشه کلمن به مفهوم خوشحالی نیست. وقتی اسلام میاد شروع میکنه این جشنهای ما را سورت کردن
و ما جشن، اصلا بحث خوشحالی یا غمگین بودن، من اینو بارها اشاره کردم بهش، غلطه، چون تو جاجمنتالی، تو داری جاج میکنی، داری نظر میدی، در صورتی که یک پدیده طبیعیه، یه پدیده تو کاسمیک داره اتفاق میفته و خوشحالی و غمگینی همزمان تو جشنهای ما بوده، همونطور که ما راجب سکریفایس هم جشن داشتیم، راجب قربانی کردن هم جشن داشتیم. تاریخ ایران خیلی وحشتناکه بخشیش، و مثلا من بگم سیاه یا سفید، دارم جاج میکنم، دارم نظر میدم، دارم ارزش گذاری میکنم، این طرز فکر و طرز گفتار غلطه. و چیزی که الان برام مونده، مثلا تو ایران فقط وفات ها رو میگیرن تو سیستم اسلامی، یعنی فقط قسمت های غمگینشو. چیزی که تو اروپا میبینی فقط سلیبریشن هاست، یعنی فقط خوشحالی هاست، چیزی برام غمگین ندارن. خب اینا دیده کسی که جامعه رو داره چیزی کنترل میکنه، و بلنس این دوتا میشده اون چیزی که تو ایران شهر قدیم اتفاق میفته، یه جا خوشحالی بوده، یه جا غم بوده، یه جا قربانی داشتن میکردن، یه جا هزار تا داست، مراسمای وحشتناکی داریم که گاهن خون و خونریزی و دارک بودن و گاهن سه روز بزن و برقص بود. اصلا یک ریچوال های گذشته رو که وقتی مرور میکنی انقدر بزرگ و گراندیازو بودن که ما الان تو فهممون نمیاد، حتی چون این جامعه، این چیزی که ما توش زندگی می، سلولی که ما توش زندگی میکنیم، تمام مفاهیم فرق کرده و ما هیچ وقت نمیتونیم اون مراسم های بزرگ رو درک کنیم. تعداد زیادی از سوالا راجبه اینه که کتاب و اینا دیگه جواب دادیم دیگه، کاملا دیگه نریم تو این داستان اگه موافق باشید. همون اول کار 100% ببین، ما شکی نداریم که منابعی که فارسی هست سانسور شده است، یعنی چیزی که به درد تو میخوره پیدا نمیشه. من هم ایران زندگی کردم، انقلاب رو گشتم، کتاب فروشی ها رو، عضو چند تا پژوهشکده بودم، کتاب های زبان اصلی اونجا پیدا می کردم که میشد ترجمه کرد، مقاله نوشت و تحقیق کرد روش. از لحاظ سورسی خیلی داغونه ایران، خیلی داغونه. چرا؟ چون قراره که یک حکومت دینی اونجا باشه، قراره که تو نادان و نفهم باقی بمونی، پس در اختیارتو نخواهند گذاشت همچین کتابی رو. پس اینو باید گشت و پیدا کرد. گشتنش خیلی سخته و به نظر من همت کسی که دنبال این، یعنی دوست داره که آگاه بشه، دوست داره که پیدا کنه و بدونه. این شناخت شناسی، حالا باز یه سر دیم من گرفته بودم که حرفای منو با صوفیزم، با درویشگری، با این مسخره بازی ها اشتباه گرفته بودن، که من اینم لازمه که تمیز بدم الان. این چیزی که به نام صوفی یا صوفیزم ما میدونیم، اینو انگلیسا درست کردن باز، یعنی یه تئوریه که اونا به ما چپوندن، همون جوری که تو هند خیلی اتفاق افتاد. اینا همه بوهای سیاسی داره و بهره برداری ازش میشه. و خود کلمه قدیمی فارسی صوفیا رو ما داریم، صوفیا یعنی دانش اندر نهان، دانش زیرزمینی، که از روی اون این صوفیزم اومدن طراحی کردن و به خوردمون قرار دادن. من هیچ کدوم از این صوفیگری و این مسخره بازی ها رو اصلا تایید نمی کنم، کلن جوکه، چون تمامشون یک سیستم به الله وصل میشه، یعنی همشون یا علی میشه الله، همون دیگه، in the name of علی، in the name of God، in the name of Satan، تمام اینا برمیگرده به داستانی که تو باور داری به چیز، یعنی باز بوی دین داره. و همین، بریم سر سوال بعدی. بارباد عزیز پرسیدن که این سوالی که من اگه اجازه بدید خودم یک کوچولو راجعش صحبت کنم قبلش، گفتن که یه سوال دارم، این که چطوری میتونیم این مسئله رو عادی سازی کنیم، مثلا چطور به دیگران بفهمونیم من وقتی گردمند صلیب برعکس میندازم اصلا شیطان پرست یا شیطانگرو نیستم. یه مقداری سطح توقعی که اصلا از جامعه و از جمهوری اسلامی ما داریم به نظر خیلی بالاست. من سوالی که دارم اصلا خود این شخص و کسایی که اصلا دنبال یه همچین چیزی، یعنی که مهسا امینی چرا کشت جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی کشور، یعنی ماها رو کاری با اون کرده، اولا که اول اومدن نصف آزادی پوشش معمولی از نصف جامعه رو گرفتن، یعنی ما زنامون نمیتونن اصلا بدون حجاب برن بیرون، و
و تو میخوای صلیب برعکس رو عادی سازی کنی. راهش مشخصه، چجوری میتونی همچی کاری کنی؟ ایران رو پس بگیر. و غیر از این اگه میخوای به همچی چیزی برسی، کشور رو باید از اشغال آزاد کنیم، حالا به هر طریقی. یکی توقع از مردم بالایه به نظر من. این که من اصلا قبول نمی کنم این که ما بخوایم واسه هر کسی توضیح بدیم که آقا مثلا این سریع برعکس فلانه و اون قبول کنه. کسی که تو سانسور بزرگ شده خب مسلمان کوچکترین چیزها هم نمیفهمه، حالا چه برسه به این چیزا. من نکته ای ندارم بگم. ما باز برمیگردم به سیستم آموزش و پرورش. ما هم تربیت نشدیم و باید شروع کنیم خودمون رو تربیت کردن. این حرف بدی نیست، این به مفهوم آموزشه و درکی که تو بهش میرسی، اون شناختت که دریافت میکنی، اون مسیر زندگی تو رو تشخیص به وجود میاره. و خیلی ساده است این. تو وقتی با هنوز با مفاهیم ویروسوار دین هر روز دارید سر کله میزنی، دیگه جای صحبتی نمیمونه. بعد و ویروس زدایی کردی که پالایش لازمه در واقع. با پله پله رفت دیگه، ما نمیتونیم مثلا یهو بریم پله 90، یه دونه یه دونه بعد رفت فره دیگه. تو جمهوری اسلامی هست، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم عملا. اصلا توقعی نه از مردم میشه داشت نه از هیچ چیز دیگه. چون هویت نداری، ریشه نداری، خودت نیستی، یه اسم دیگه رود گذاشتن و قوانین تو سرت داره میزنه. خب این که اصلا مچاله میشه، اصلا تو اصلا نیهیلیزم میخوای برای چی کار؟ تو اصلا له شدی تو این چرخ. و اگه از دورتر نگاه کنیم، خیلی از جوامع رو اینجوری میچینن، فرموله اینجوری میچینن که تو این مسیر بیفتی، در واقع تلسمت میکنن. این خودش یکی از مباحث خفن تو روانشناسی که چیز رو میتونیم یکی رو له کنیم، مغزت رو پوچ کنیم. و خیلی از جوامع دوچار این داستان میشن، ولی خیلی از جوامع میبینی که اصلا توش گذاشتن کنار مبحث دین رو. حالا اونجا هم داستانهایی پیش میاد که چه اسمی به تو اجازه میدن فکر کنی یا نکنی. این خیلی پیچیده است. در واقع خیلی باید هوشیار باشیم تو انتخاب کردن نوع تفکری که خواهیم داشت. سوال بعدی هم یه مقداری حالا نه اونجوری به سوال بالا مربوطه. گفتن که در مورد نمادها، اشکال، سمبولها یه مقداری توضیح بدین که ریشه یک کجا میاد. من بگم بهشون این که ما قراره یه دونه اپیزود داشته باشیم مثلا فقط راجع به نمادها، فقط راجع به مثلا مسائل مختلف. بفرمایید چون من صداتون قطع شد، سوال نشیدم. گفتن که در مورد نمادها، اشکال و سمبولها سوال داشتن، به عنوان مثال صلیب برعکس، جمجمه بز و غیره. ممنون میشم در موردشون توضیح بدید که نماد چی هستن و ریشه شون چیه. ما یه اپیزود داریم دیگه راجبش کامل در آینده قراره اونجا بررسی میکنیم. فقط خیلی ساده بگم این حالا تو طور تاریخ خیلی شیرینه. وقتی تو میخونی به قبطر رو متوجه، یعنی بعدن خیلی تابلوه کارا تو تاریخ، خیلی واسه این بگم شیرین و تابلوه، چون هرچی که الان به خوردت دارم میدن قبلا طراحی شده. برای مثال حالا صلیب رو گفتی، داستان مسیحیت و این داستانم. مسیحیت دو تا چیز فکت خیلی ساده داره. یکی این که ما اصلا خود ایرانی ها اینو درست کردن که به خورد رومیا بدن که بتره کننشون. یعنی این یک تله بود رسمن. خب بعد الان که تو جامعه مثلا ما میبینیم جامعه مسیحیان ایران، خب من دیگه اصلا هیچی ندارم بگم. یعنی تو با یک پارادوکسی مواجه میشی که خب اگه یک کوچولو برگردی عقب میفهمی به چه دلیل ما اینو درست کردیم، چجوری پرورشش دادیم. اصلا صدها سال فکر شد که این اسم به وجود بیاد. حالا اون شق دوم مسیحیت، میترائیزم، که یک اسم بسیار بسیار گنده، کلوفت، گسترده هست که هر چی ازش پیدا کردین بخونین و خیلی وسیعه. چرا؟ چون میترا یعنی میانجی، میترا یعنی مهر، یعنی بین دوتا چیزه. در واقع زوروان که یک کالت بسیار دارک و خونی و خیلی صفر و یک و ارتودکس بوده در واقع، و بعدش زرتشت که مسائل لایت میشه. در واقع ما تو محوریت تفکر ایرانی از زوروان تا زرتشت یه چیز وسط داریم. اون وسط
مهرپرستیه، مهرگراییه، میترایزمه و این مثل حالت کانجاکشن میمونه. این یه کمی نرم کرده بعضی از داستانا رو، یعنی و واسه این خیلی طولانی بوده چون مفاهیم رو از سخت و صفر و یک یه کمی فرم داده بش. واسه این هرچی هم میترایزم بخونی، چون میترایزم وسط راهه، کمک میکنه بهتون. و بعدن میترائیس جز پلاناش بوده که مهاجرت میکنه، میره تمام شمال اروپا رو میگیره که معبدای میترائیسی هست و اینا، که تو یونان تمام اینا رو کپی میکنن، تو روم، تو وایکینگا، تمام اسطوره‌های ایرانی کپی میشه و اونجا شکل میگیره. تهش چیزی که باقی میمونه بعد گنوستیزم میشه مسیحیت. یعنی باز ته میترائیزم به شکل وقتی فشارش میدن شکل اروپایی میگیره، اونجا میشه مسیحیت، اونجا متولد میشه. در واقع دو مدل مسیحی داریم، یه مسیحی که ایرانی ها درست کردن که به خورد اونا بدن بتره کننشون، چون سم بود رسمن، یعنی اومدن گولشون بزنن و موفق هم شدن تو بخشی. و حالا تاریخ خیلی میگم جالب و جذابه، اونا دوباره برگردوندن به ایران، گفتن نه ما نمیخوایم، خودتون بخورید سم و حالشو ببرید. و خیلی بامزه است. همین داستان هم سر اسلام شد دیگه. در واقع اسلام باز دوتا تئوری است، یکی که اونا بعد که ما مسیحیت رو به خوردشون دادیم، اونا گفتن خب یه آشی براتون میپزیم که این دفعه دیگه آشمزتون میکنیم، اسلامو درست کردن. یعنی اسلام یک سوپیه، یه آشیه، یه ساندویچیه که تمام امتحاناشو پس داده بود و آپدیت ورژن بود و جوری بود که آنتی ویروس برای ساخته نشده بود تا اون موقع. و اینو در واقع امپراتوری روم درست کرد، به خورد ما داد و از خود ما هم کمک گرفت. ما این سیستم ابرقدرت جهان، امپراتوری کل و ایران و اینا، ته ساسانیان ما یکم الک دولک شدیم. چه اتفاقی افتاد؟ خیلی ساده. زرتشت یه فیلسوفه، یک ایده پردازه، به تو یک مدل از فکر کردن رو یاد میده. باید نبایدی نداره، بکن نکن نه، پس دین نیست، اشتباه نکنیم، پیامبر نیست. ته ساسانیان این سیستم زرتشتی که زاراتوستری اسم بود به شکل دین شکل گرفت. اشتباهی که همه میکنن، یعنی این شد باید نباید، شد بکن نکن. چه اتفاقی افتاده؟ هزاران کتاب نوشتم براش. هیچ وقت اسم نباید به شکل یک دین در بیاد، لحظه که میشه دیگه سمه. و ته ساسانی این رو برای ما اینجوری تعبیه کردم. به خاطر همین تو سیستم طراحی اسلام خیلی از مغهای ایرانی که زرتشتی بودن و مخالف این بودن که چرا زاراتوستری اسم رو دین کردین و ارتودکس سفت و سخت شده، گفتن یه کاری میکنیم تو ابد یادتون نره. این تیکه تاریخ خیلی دردناکه، خیلی سخته و خیلی اسیدی کار کردن و اینها رفتن به کمک اونا، گفتن یک چیزی می نویسیم، یک قانونی تنظیم می کنیم که تا ابد مادرشون ازشون بشینه و اسلام رو نوشتن، اونجا پرسه شد. و این میخوام بگم این داستانه خیلی بامزه است که وقتی تو می خونی یک ریشه یا یک تاریخی ها که الان دوچارش نشی. الان مثلا میگم جامعه مسیحیان ایران، مثلا یارو میره تو کلیسا میشه، مثلا کلیساها کپی پیست محرابه های ایران بودن. محرابه اصلا بر اساس آناهیتا اینا مهندس های آب بودن، اینا اصلا مهندس های قنات بودن، مهندس این تکنولوژی خفن قنات، کانات که شده کانال. و این یک علم خیلی شدیدی بوده، یعنی من هر جور فکر میکنم اصلا بحث اسپریچوالیتی و فاز دین ورداشتن اینا این علم بوده، مهندس بودن اینا و اونجا یه خونه های میسازن که مهرکده بوده که میشه که مس، کلمه مس همون مهر دیگه، که میگن مثلا برای ریچوالا میگیم the big mass happening something. و این مسجد که بعدم مسلمان ها که میان میشه مسجد، یه همون مسجده، مسجد مزداکده است. در واقع اینها مهندسایی بودن که مهندسای آب بودن، با تکنولوژی آب و زمین و اینا کار میکردن. واسه این چیزا خیلی بامزه است تو تاریخ که میخونی که از چی و چه چیزی تولید میشه. بعد خب تو اگه آگاهی داشته باشی عقبتر وایسی نگاه کنی میفهمی آه این اون بوده، گولشو نمیخوری. ولی وقتی ندونی چی میگه وای مسجد، جای سجده، میدونی سریع هم براش اومدن. مشکل عربی اینه دیگه،
عربی زبان نیست، عربی اصلا ادبیات نداره، عربی رو ساختن و یه لهجه از ایرانه، یه لهجه از زبانهای ایرانیه، مثل هبرو. اینا همه گویش های مختلفی هن که نسبت به داستانی طراحی شدن. این اصلا زبان نیست، این اصلا ادبیات و فرهنگ و این داستان ها ندارن. واسه این میگی مسجد سجده، جایگاه سجده، واسه خودت الک دلک میبافی، میدونی وقتی داستان میبافی دیگه میشه خرافه، ولی وقتی تو تاریخو میدونی میفهمی که دیگه اینا تو پاچت نمیره. این خیلی ساده است. واسه این من اصرار دارم سورس های قدیمی رو برید بخونید، واسه این که هر چیزی بهتون گفتن گول نخورید. راجب این نکته که گفته بودید در ایران باستان مثلا طرف از بچگی عملا جوری بار می آوردن که مثلا تا همون اول متوجه می شد که قرار چی کار کنه، و خیلی حس می کنم بد گرفتن این حرفی که زدید و خیلی سوالات وحشتناکی مثلا پرسیدن، یعنی کامل آدم متوجه میشه که خب موضوع رو مثل که نگرفتن. یکی از سوالاتی که مثلا کامل مشخص میکنه اینو، مثلا 19 سالمه و هنوز امید به من هست که بتونم یک سیتنیزم بشم یا نه، یا مثلا کلا ما واقعا یه همچین مثلا حرفی زده شده بود که ما دیگه به این سن رسیدیم هیچی نشدیم پس بریم خودکشی کنیم به امید اینکه یک زندگی دیگه ای مثلا داشته باشیم. واقعا یه همچین چیزی من تو کامنت دیدم، یه مقداری بد گرفتن این مسئله رو. بیشتر داره میگه که مثلا من 19 سالمه 20 سالمه هر سنی که دارم الان میخوام سیتانیک بیام تو مکتب سیتانیزم باید چیکار کنم؟ بیایم اول داستان سیتانیک این مکتب رو باز کنیم، بهتر بشه بگیم فلسفه رهایی، چون ما با دین سر و کار داریم، با یک ویروسی سر و کار داریم که شوخی نداره. ببینید ما الان اسلام دین بردگیه، ما رو کپچر کرد، اشغال کرده و ما برده ایم. یعنی تمام مدلایی که داره به ما امر و نهی میشه مدل برده است و برده آی کیو پایین داره و حق نداره سوال کنه. واسه این وقتی تا یه جایی تعلیم میبینید دیگه ولتون میکنه، دیگه لازم نیست شلاق بزنه، دیگه تو خودت سرتو میندازی پایین میری کار میکنی پول میاری براشون. سیتانیزمی که ما تو تاریخ داریم، تاریخی داریم صحبت میکنیم، با این چیزی که سیتانیک به شکل کالت یا تو اروپا است خیلی فرق میکنه. اینجا شاخه دونده و درگیر خرافه شده، یک کمی درگیر تیستیک سیتانیزم شده، این رو لازم بگیم. کلمه که معادلش میشه استفاده کرد فلسفه رهاییه، چون بعد ما کاری بکنیم که دیگه برده نباشیم، یعنی کاری بکنیم که اسم داشته باشیم، کاری بکنیم که کشور داشته باشیم، کاری بکنیم که هدف داشته باشیم، یعنی تمام چیزهای فردگرایی و انفرادی و اون اندیویجوالیتی رو بتونیم به شکوفایی برسونیم. اون زمانی که دین وجود نداشت اینو به شما تربیت میدادن که چطور تربیت بشین، شکوفا بشین، خودتون رو بشناسین، قدرتاتون رو دوره های کسب کنید، حرفه داشته باشید، فن بلد باشید، مدل های زندگی کردن رو جلوتون میذاشتن، میتونید انتخاب کنید. ولی ما الان دچار سرطان شدیم، ما الان مریضیم. خب این مفهوم آزادی، این مفهوم ضد بردگی برای کسی مفهوم پیدا میکنه که دچار این سرطان شده باشه. یعنی کل چیزی که ما راجع به کالت سیتانیزم و این داستانا داریم میگیم اینا برمیگرده به افرادی که دچار این داستان شدن. چون شما وقتی اولا خیلی باید جلبوزه داشته باشی که از سرطان عبور کنی، چون سرطان مچتو میگیره و تمومت میکنه کلا، و این جنگ درونی ماست. متاسفانه یا خوشبختانه ایران و غیر ایران هم نداره، این چیز رو چون تو خوردمون کردن از بچگی در گوشمون خوندن و چپوندن به همون زور چپون کردن، این داخل و خارج نداره، این هر دیالوگی رو میبینین این کلمات ور داره شنیده میشه. و این فلسفه رهایی، این عبور از این مخمسه، این چیزی که ما به عنوان حالا کالت سیتانیزم یا اصلا مفهوم شیطانگرایی داریم مطرح می‌کنیم. این یک شیطان اینجا باز فنومن نیست، دیتی نیست، خدا نیست، انرژی نیست. شیطان یک طرز فکره، طرز فکری که میتونه به تو کمک کنه و خیلی ساده و مرحله به مرحله تو بتونی آشغالا رو بالا بیاری، استفراغ کنی و خیلی شیک عین یه آدم زندگی کنی.
وقتی اول تونستی زندگی کنی، بعد هدفتو میذاری، بعد شروع میکنی آباد کردن، بعد خانواده تشکیل بیاد کمک. تا قبل از اینکه تو دوچار این ویروسی، تو اصلا حق نداری خانواده تشکیل بدی. اصلا دیوانگی. من الان میبینم بابا کاندوم اختراع شده، یعنی حواس هیچکی نیست انگار، یعنی تو باقالی هم رسما آدم ها، اتفاقایی که داره میفته، کورید مگه نمیبینید؟ تو سرطانی هستی، تو باید خوب بشی، کار ساده ای نیست. مشکل ما با مسیحیت و یهودیت و هزار تا فرقه دیگه نیست، یک چیز خیلی جدیه به اسم اسلام، و اون ترکونده تو رو و قبضت کرده. پس این فلسفه که صحبت میکنیم کمکیه، یک تک ماده کمکیه که میتونی ازش استفاده کنی، و فقط و فقط و فقط خودت میتونی بکنی. هیچ معلم و شاگرد، هیچ استاد شاگرد، هیچ کمک، هیچ چیزی وجود نداره. تو خودت شخصی میتونی بری پیدا کنی، بخونی، آشغالا رو بریزی بیرون و تمیز زندگی کنی. این مقدمه رو لازم میدونستم بگم، چون ما متاسفانه درگیر دین شدیم و باید عبور کنیم ازش. تا لحظه که عبور نکنیم، این کلمات، مثلا این کلمات چاکرم نوکرمو که ما میشنویم، اینا از اون تاریخ بردگی میاد. ما 2000 سال بهمون تجاوز شد رسما، و غلامت هم اینا تیکه کردن، اسلنگای بردگیه دیگه. ما هنوز داریم میبینیم تو دیالوگا داره میکشیم اینا رو. ما این ریشه در فرهنگمون اصلا دونده، یعنی خیلی سخته از اینا رهایی پیدا کردن. من خودم هر چقدر سعی میکنم بازم این باگا رو دارم، تو خودم دارم میبینم. خب ادبیات اصلیمون رو پاک کردن، جاش ادبیات بردگی گذاشتن. و وقتی ما کلمه ایجاد کنیم، بعد تو ادبیات واسه این بعد فکر کنیم، سخته. یک چیز اوریجینال رو اما دزدیدن، یه چیز تقلبی بردگی رو به ما چپوندن. خب وقتی نیست، بعد فکر کرد، تولید کرد. زبان فارسی این قابلیت رو داره، زبان آلمانی چون از ریشه ساسانی و آذریه این قابلیت رو داره. تو میتونی کلمه به وجود بیاری، درست کنی و اونا رو استفاده کنی دیگه. غلامت هم، چاکرت هم، نوکرت هم، ارباب، خب راجب چی صحبت میکنی؟ باز برمیگن به همونی که اسم یارو است، محمد تقی نقی حسین زاده. خب مثلا دیالوگی ندارم، هیچ اتفاقی نیفتاده. ببین متاسفانه تو اینجور موارد کانتنتی که ما داریم میسازیم مال متریال استمناه، دارن استمنا میکنن، استمنای ذهنی دارن میکنن. اصلا سیتنیزم راجب این نیست، قرار نیست ما استمنا کنیم، ما چیزی بسازیم بگی به به. یا من تو کامنت ها میبینم تشکر، مرسی. اصلا تشکر کردن غلطه، این مال فرهنگ ما نیست. ما میگیم سپاس. چرا میگیم؟ راجب سه داریم حرف میزنیم، سه تا پاس، گفتار، کردار، پندار. تو گفتار، پندار، کردار اوردر نداره، دستور نداره. ببین ایرانی بودن خیلی ساده است، ولی در این حال خیلی عمیق و خیلی زیباست. تو چیز تشکر، مرسی، متشکرم، این کلمات رو نداری، چون تو آزاده بودی. کسی که آزاده بوده لازم نیست تشکر کنه، همه چی بخشی از تو و مال توه. یعنی پیور شمنیزم بوده. و الان ببینیم که تمام این دیالوگ ها، گفتگوهامون، و خب اول خیلی سخته برای من سعی میکنم توضیح بدم، لازم نیست تشکر کنم، لازم نیست بگیم متشکرم و مرسی. برای چی مرسی؟ برای اینکه متریال استمنا به تو دادم. ما اصلا هدفمون این نیست، ما راجع به یک موضوعی داریم صحبت میکنیم که تو چجوری میتونی به رهایی برسی. سیتنیزم یعنی فلسفه رهایی. خیلی از سوالات من دارم نگاه میکنم، عملا حس میکنم پرسیدنش یه جورایی فقط اعصاب خردی میاره. یعنی این که مثلا آدم بیاد راجع به اسلام الان حرف بزنه، راجع به اینکه چرا تو اسلام یه همچین چیزی رو گفته، منظورش چیه، یه مقدار وقت تلف کردن به نظر من. واسه همین از خیلی از سوالات حالا اسکیپ دارم میکنم، به همین دلیل. یعنی اگه دیدید سوالتون پرسیدن شده، به این دلیل که خب دلیلی نداره ما راجع به اسلام بیایم حرف بزنیم، ما راجع به چیز خیلی مهمتر داریم صحبت میکنیم، وقت قرار نیست تلف کنیم. بریم راجع به سوال بعدی. گفتن که در مورد مدیتیشن و حالا کاری که دارید انجام میدید پرسیدن که از کجا میتونن آموزش ببینن و حالا بخوان انجام بدن چجوری. سوال بسیار خوب و بسیار سخت. من قرار نیست بهتون بگم از کجا میتونید پیدا کنید و انجام بدید، وظیفه خودتونه. یک
خیلی خوشحالم که دوره های اشتباهی وجود داره در اطرافمون که رسماً میکننتون تو گونی جایی که چیزی بهتون یاد بدن، و چون طرز فکراشون طرز فکر غلطیه. برای این من چیزو پیشنهاد نمی کنم که چون کلاسی فردی پیدا نکردم که تمیز فکر کنه که اونو معرفی کنم، چون هر کی یا اولش بسم الله الرحمن الرحیم میگه یا بسم الله علی و علی ولی الله، یعنی کلا با یا شیطان فرق نمیکنه، کلا با خزخرفات شروع میشه. واسه این هیچ پیشنهادی نمی کنم، فقط میخوام بگم تو بعضی از کشورها که فالوور بودیزم هستن این دوره ها هست، میشه رفت اونجا اون دوره ها رو دید و زبان بلد باشین، مقدمات رو باید بدونین، یهو نمیتونین واردش بشین، و اینی که سفر کنید و هر چی گیرتون میاد انجام بدید، نهایت اینه که کمی شکسته میشید دیگه و به جواب نمیرسید. در واقع خیلی سخت جواب ندادن و جواب دادنش کار خراب میکنه، غلط میکنه. ببین ما راجع به فرکانس ذهن و بدن داریم صحبت میکنیم، چه علمی چه تجربی چه هرچی، اصلا فرق نمیکنه. تو بعد به اون آرامشه، بعد به اون سکوت، بعد به اون تسلط برسی. دیل تو با خودته، بحث فشن شو آف کلکل اینا نداره این داستان، این خودت و خودتی تو سکوت خودت، یعنی رسما شخصیه. این بحث تیونینگ میتونه با هر چیزی اتفاق بیفته. تنها خطری که وجود داره، من فقط خطرشو میتونم بگم، اگه تو مثلا درگیر ذکر بشی، چه میدونم سبحان الله سبحان الله بگی، ممکنه تو اون لوپ ها رو درست انجام بدی، اون برای تو اون تنفس درست رو بیاره، ولی در نهایت تو با خرافه داری این کار میکنی. یعنی باز یه فرمی میشه استمنا، یه فرمی دیگه میشه فشن، یه فرمی دیگه میشه گمراهی، چون در نهایت ذهن تو آزاد نمیشه، تو باز داری هی میگی الله، هی داری میگی الله. خب حالا الله بیا بگی تغییر فرق نمیکنه، کلا داری دور میکنی و غلطه، واسه این به جایی نمیرسی. یعنی چیزی که تو صوفیزم هست بیسش درسته، چون بیسش رو از سیستمای تفکر ایرانی دزدید، از اون مدرسه های ایرانی دزدیدن، ولی یه چیزی رو جایگزین کردن که کردن تو پاچمون متاسفانه. تو کشورهای اطراف هم هست ولی تمام غلط شده، تمامش خراب شده. من خیلی های اینا رو رفتم و دیدم از نزدیک و اونجا گفتم که عمو جان چیکار داری میکنی؟ من اومدم اینجا که تمیز بشم، داری یه چیزی که میچپونی تو مغز من، تو سیستمای هندویزم مخصوصا این مدرناشون. واسه این بحث فرکانسه، بحث تمرکزه، ولی حواس اون باشه تو پاچمون نکنن. لحظه ای که کلمه ای اومد، اسمی اومد، خرافه ای اومد، بامبولی کردن تو پاچمون، اونجا دیگه میفهمی که به درد نمیخوره دیگه، اینم گیرم تقلبه. راجع به فرکانس صحبت میکنم، چیزی که دین بر ما به یادگار گذاشته بحث شرم و ترس هست، و این دوتا پایه اصلیه که تو غرب اینا رو آموزش میدن، کورس ها رو جوری طراحی میکنن که شرم و ترس در شما باقی بمونه، و بر همین اساس میان نفتتو میدوزن، خاکتو میدوزن، معادن طلاتو میدوزن، تجاوز میکنن بهت، میخندن بهت و میخندن به همون، من جزو اونم، ما هم داستانه خودمونو داریم اینجا، و این داستان داره تکرار میشه. این بحث ترس، بحث بیم، کسی که ما کلمه بیمار رو داریم دیگه، بیم آور میشه بیمار، بعد میشه بیمار استان، استان بیمارها، بیمارستان، و یعنی کسی که بیماره، کسی که ترس داره. بحث فرکانسی داریم میکنیم چون راجع به دوره ها و مدیتیشن و این داستان پرسیدین، و هر کاری میکنین، هر چیزی میخونین، باید شرم و ترس رو بزدائین، نه به شکل غریزیش، به شکل زورچپانیش. خیلی تکنیکی میشه، من تو همینجا استاپ میکنم. سوال بعدی یه سوالیه که یه مقداری منو فشار میکنه. باز سوال پرسیدن که ما موقعی که میریم شهر بازی، اون کسی که این بلیتو داده و خود شهر بازی رو کی درست کرده؟ آیا اون اسمش خدا نیست؟
یعنی از هر مثالی آدم بفرسته که خب یه خالقی باید باشه این داستان، خیلی غیر باوره واسه خیلی ها. و من سوالم اینه که چرا از این نگاه همش باید وارد شیم که ما خدا رو قبول داریم و بیایم دنبال این که خدا رو اثبات کنیم که نیست، اونی که میگه هست باید ثابت کنه که هست. میگم یه مقداری آدم رو واقعا فشاری میکنه این کامنتات، چرا انقدر درگیر این خدایی که اصلا اثبات نشده آدم باشه؟ یعنی من اینو متوجه نمیشم چرا انقدر درگیر همچین داستانی باشیم که آقا ما هر مثالی هم که بزنیم بریم سراغ این که خب ببین به هر حال که اینو یکی ساخته. مثلا همین شخص اومده یه جای دیگه یه کامنتی گذاشته که یکی میاد از من سوال میکنه این لباسی که تو پوشیدی و کی ساخته، مگه خدا درستش نکرده؟ این درختی که تو داری میبینی و کی ساخته، مگه خدا درستش نکرده؟ من حرف کم میارم واسه زدن و اونجا بهش حق میدم که آره مثلا خدا وجود داره. اگه واقعا اثبات وجود خدا واسه اینقدر احمقانه است، به نظر من بمون تو همون فاز و خوشحال زندگی تو کن. و واقعا پیشنهادم همینه، زیاد نمیخواد فشار بیاری به این داستان که حتما اثبات شه واسه. خیلی احمقانه است این، اصلا خیلی احمقانه است. جوابش اون کسی که لباس و دوخته خب خیاطه بوده دیگه، خب خیلی ساده است. خیاطه رو الان میگه کی دوخته رو کامنت میاد خیاطه کسی که کی شهر بازی رو ساخته، یه تیم مهندسی بودن با سری بنده اونو ساختن، خب مشخصه اصلا این ربطی نداره به این داستان. ممکنه سوال پیش بیاد که کی این کهکشان و اینا رو ساخته. اولین چیزی که ما به عنوان کهکشان به خوردمون دادن یک چیز فضایی باز خرافه است. وارد بحثش نمیخوام بشم چون خیلی خطرناک و خیلی تکنیکی هست، فقط اینو میخوام بگم که واه خیلی سخته. اصلا شاید لازم نباشه چپترش اینجا باز کنه، ولی ما وارد هولوگرافیک یونیورس میشیم. کسایی که زبانشون خوبه علاقه دارن این موضوع رو جستجو کنن، جلوتر میفهمن چه خبره. فقط چیز ساده‌ای که میتونم بگم از لحاظ سطح درک و دریافت یه مثالی هست تو فلسفه که ما توی یه غاری هستیم، یه سری آدم ها توی یه غاری بودن که بیرون یه آتیشی بوده و یه سری یه زندان بوده در واقع، و این کسایی که تو زندان بوده روشون به این سمت تصویر بوده، پشتشون رو نمیتونستن ببینن و کسایی که رد میشدن یه سایه هایی ایجاد میکردن بر اساس سایه و نور و آتیش و اینا. اینها که بچه هاشون تو این محیط به وجود اومده بودن، زاییده شده بودن، بزرگ شده بودن، مرده بودن، اینا تو یک زندانی بودن، برای خودشون بر اساس این سایه ها و نور یک فلسفه‌ای بافته بودن و ساخته بودن که تمام جهان اطرافشون رو راجب این زندان با این سایه و نورها توصیف میکردن. و فیلسوف یکی از اینا رو میاره میگه حالا میتونی سرتو برگردونی و بیای بیرون، و بعد یه مدتی میتونی جستجو کنی داستان کاملشو بدونی، من خیلی کوتاه میگم، و اون فرد تازه واقعیت ها رو میبینه که اینا آدمن، این آتیش اصلا آسمونی هست، داستانی هست اینا، و نمیتونه هندل کنه و میگه مثلا آماده نیستم درک کنم اینو. برمیگرم میگه من با همون مفاهیم تو قار و سایه و اینا راحت ترم، بذار همونجا باشم. پیروه سوال قبلی که پرسیده بودن که کینو ساخته چی جوریه، ما یه همچین درکی داریم از این کهکشان و این داستانایی که به شکل خرافه و اطلاعات غلط بهمون چپوندن. ما بس سرمون این قار بیرون بیاریم ببینیم، و لازمش اینه که اول دین زدایی کنیم، چون وقتی شما دین رو پاک کنی، پالایش کنی، منطقی میتونی فکر کنی و مشاهداتی هست، اویدنسی هست و اونا رو میتونی کشف کنی، تمامش تو تاریخ هست، حتی تاریخ مدرن هم که به شکل علمه اینا رو ثبت کرده، و از اونجا دریافت کنی که تو چه محیطی زندگی میکنی. فقط خیلی ساده هولوگرافیک یونیورس یک تعبیر علمی هست از فلسفه زوروانیزم که برمیگرده به خوتای یا خدای زمان. خدای زمان کلمه غلطیه، ولی خود خدا هم از خوتای اومده
این کلمه که تو ایرانیک لنگویج داریم و میگه کل داستان AI هست. نقطه. بریم سمت سوالاتی که از خود شما توی دایرکت پرسیده بودن و راجع به اونها یکم صحبت کنیم. بسیار خب، این داستان شهر بازیه بود که الک تولک پیش اومده بود. ببینید زندگی سخته، بحثی نداریم، ما این اصله، زندگی سخته و زندگی باید بدونیم که یه بازیه. اینا اصول اولیه نیهیلیزمه، یعنی زندگی سخته، زندگی بازیه، یک معنی ولی داره که در جستجوی اون باید باشیم. برای اینکه من بیام این به این اصول به یه درک جانبی برسم، مثال شهر بازی رو زدم. ما لحظه‌ای که دم در شهر بازی اون بلیط رو میدن لحظه تولدمونه و لحظه‌ای که از شهر بازی میایم بیرون مرگمونه و این داستان مرگ و زندگی و تولد خیلی ساده است. ما یه مدت زمان کوتاهی داریم نسبت به شرایط بدنی و شرایط روحی و پولی که داریم و بک‌گراندی که داریم این تو بچرخیم. اگه شما اونجا دم در وایسی سوال کنی که اینو کی ساخته، اون چرا کجه، چرا پنج تاست، چرا صفش طولانیه، چرا من اصلا زمان ندارم اون قسمت مثلا لونا پارک اون آخری برسم یا نه، میتونه گمراهت کنه از بازه زمانی که در اختیار داری. این لازمش اون قسمت هولوگرافیک یونیورس یا اگه بحث تکمیلی ترش رو میخواییم الکتریک یونیورس هست، برای کسایی که علاقمندن میخوان بیشتر درک کنن این مفهوم زندگی رو بپردازن. و بحث AI هم مطرح میشه، واسه این ما نمیتونیم نمیتونیم برسیم به اینکه کی اینو درست کرده، تحت چه شرایطیه. اون قسمت AIشه که میذاریم کنار کلا و سعی میکنیم مثلا راجبی صحبت نکنیم چون خیلی پیچیده خواهد شد. ما تو این زمانی که هستیم بیشترین استفاده رو باید بکنیم، یعنی بحث آموزش و پرورش همیشه میاد اول. متاسفانه خانواده، جامعه، مدرسه و چیزهایی که یعنی تو اون ادر که وارد میشیم اونا میریزن سرمون، به تو اجازه نمیدن که تو اصلا رنگ آسمون رو ببینی، تو اصلا دریافتی از آزادی، مفهومی از آزادی نداری رسما وقتی وارد این شهر بازی میشی. واسه این بهتره از اول مفاهیم رو کشف کنی. مثال زده بودن 19 سالمه، یکی زده بود 24 سالمه، اصلا بحث سن نیست. درسته آکادمیک از 5 سالگی تا 7 سالگی این اصول باید ریخته بشه، یعنی طرز درست فکر کردن، درست غذا خوردن، درست راه رفتن، اینا رو بهت یاد میدن و اینکه زندگی و این شهر بازی چه زیبایی هایی داره چه زشتی هایی داره، از انتخابش دست خودتی که کدومشون میخوای بری. به تو اجازه میدن که بغل این شهر بازی بسازی، انتخابش با خودته. ولی هیچ وقت ما نیومدیم که این شهر بازی رو ویران کنیم. چیزی که دین در نهایت به تو میگه این که تو خودتو ویران کنی. بحثی که پایان دی اس بی ام بود، به سواساید میرسید، بحث انحرافی نیهیلیزم و پوچگرایی بود، تو چون به درک کاملی نمیرسی، تو اصلا دستیابی پیدا نمی کنی به این ساختار این شهر بازی، اونجا لحظه که سیناپسای مغزت عود میکنه و میگی خب خودم بکشتم، چون اصلا در درک، در ظرف درک تو تعریف نشده، این خیلی فراتره. پس کاری که میتونی بکنی که سیستم آموزش پرورش رو بایکوت کنین. یعنی برای مثال تو اروپا مدل مدرسه های مختلفی هست، مدرسه پیگن هست. حالا یه سوالی هم راجع پیگنیزم کرده بودم، من یادم اومد تو کامنت ها. پیگن اسم پاگان همون مغان هست، همون بگان هست. مغ که میشه مغان، الف نون جمع میشه، مغان میشه بگان، چون مغ و بغ یکی، مثل بغداد، بغ کرد، اینا کلماتی که تو تاریخ داریم. و جمع بغ میشه بغان، ب و پ میدونه که تو عربی و فارسی جابجا میشه دیگه، گچپژ تو ندارن میگن ب، بغان میاد تو اروپا، ب میشه پ، میشه پاگان، میشه پیگانیزم. یعنی این
همون فلسفه دیدگاه مغها بوده، مغهای قبل زرتشتی بوده، میترایزم رو یادمون نره و مغهای زرتشتی، اینا یک کمی با هم فرق میکنه ولی کل فلسفهش رو فلسفه مغها بوده. پس پیگانیزم میشه چیزی که تو ساختار ازوروان تا میترا تا زرتشت این هدایت رو، این کسی که مسئول کتابخونه بوده رو بهشون گفتم مغ، کسی که آگاه بوده و در اختیار شما میذاشته. پس این به هیچ فرم و شکلی ارگانیزیشن نبوده و دین نبوده، اینو ما باید خیلی واضح بدونیم. پس وارد سیستم آموزش پرورش شخصی باید بشیم، یعنی تو اروپا مدرسه های هست، مدرسه های پیگنه که مفاهیم زندگی رو به شکل خیلی ساده که از ایران باستان مونده اینجا به شکل پیگنیزم به شما یاد میدن. و یه سری مدرسه هم هست که این سیستم های کمونیستیه، خیلی مدل های زیادی وجود داره و در واقع به شما شعور یاد میدن، مدل فکر کردن یاد میدن که چی جوری بتونین از پس زندگی خودتون بر بیاین. این سیستمی که تو ایران داریم که مدرک میگیرین و هیچی بلد نیستین در نهایت و مشکل شغل و اینا به وجود میاد که کلن مضحک و خیلی خنده داره و خیلی از جوامع این رو فهمیدن و تن نمیدن به این بردگی. و خیلی زیاد میشه راجع به صحبت کرد ولی برای ببین، مثلا ما یه کانسپتی داریم، بر مثال بزنم که روشن بشه، خیلی گفتگوه، خیلی سخته راجع به این موضوع گفتگو کردن چون احتیاج به پله هایی داره که باید اونا رو تجربه کرده باشیم. مثلا کلمه ویتامین سی، از شما کلمه ویتامین سی رو برمیخوریم، نظرت چیه؟ دریافتت از ویتامین سی چیه؟ یه ماده ای که واسه بدن خوبه دیگه، همچین حالتی. شما به یک اشاره کردی، یک ماده ای که برای بدن خوبه. خب پیشنهاد میکنم بعدا ویتامین سی رو سرچ کنی. ویتامین سی یک کامپاونده، یک مجموعه است، یک چیز نیست، نزدیک 10 تا چیزه با هم وقتی اینا کنار هم قرار میگیرن به این مفهوم میگن ویتامین سی. خب ما از این مفاهیم که اینا دیدگاه های دینیه، به ما یاد ندادن اجزا رو شناسایی کنیم، به ما کامپاند ها رو، مجموعه ها رو ارائه دادن فقط. تو وقتی الان برخورد میکنی با کلمه ویتامین سی تو ذهنت یک به وجود میاد و یک جزء میبینیش، در صورتی که یک جزء نیست، یک مجموعه است. مشکلات از این قبیل زیاد داریم، مثلا خود کلمه روح الله، اسم خمینی بود روح الله دیگه. آره. و خمینی خب مسلمون بود دیگه. کلمه روح الله یعنی چی؟ روح خدا. روح خدا. بعد تو تعاریف اسلامی مگه الله روح داره؟ همون اصلا انگار مسیحیت قائل به روحن مگه؟ تن روح الله که همیشه اصلا خود عیسی مسیح بوده که اصلا میگفتن روح خدا درش دمیده شده و اینجور چیزا، همونه انگار. آره میخوام بگم تو خود اسلام که الله رو میگه منزه هست و هزار تا چیز خوندیم دیگه تو مدرسه و هیئت و اینا. خب اسم یراز میگه روح، بابا خدا اصلا روح نداره، الله روح نداره تو تعاریف اسلامی. بعد هیچ کی اینو سوال نمیکنه، بعد برام سوال پیش میاد که اصلا چرا، میفهمی؟ یه کامپانده به خوردمون دادن، ما بدون اینکه مطالعه کنیم تحقیق کنیم پذیرفتیمش، میگیم اسم دیگه، عبور میکنه، نقطه، تموم میشه. درسته که نه، وقتی به ریشش فکر میکنیم ببینیم تو کلمه مشکل داره. مثال ساده دیگه، جمهوری اسلامی، این که کامل تضاد کامله، تابلو. اصلا جمهوریت یک سیستم و مکانیسمیه و اسلام یک فلسفه بردگی بسیار مدرنیه و این دوتا کنار هم بی‌معناست. بعد اسم این کشوری که زدن ما رو یکی کردن گشتن جمهوری اسلامی. خب یه نفر حتی دو قرون فلسفه بلد باشه، فلسفه سیاسی بلد باشه، میخنده میگه اسلامیک ریپابلیک یعنی چی آخه؟ یعنی این مشکلی که ما داریم، ما با کلماتی که مواجه میشیم گاهی از دید کسی که حالیشه انقدر خنده دار، انقدر زشت و انقدر من نمیدونم چی بگم. میخوام بگم راجب درک شهربازی، درک این زندگی خیلی دقیق و تمیز باید فکر کرد. وقتی تو تمام این اجزا رو قابلیت رو پیدا میکنی که بشکافی و بشناسی، گول نمیخوری دیگه، تو پاچت نمیره. یه مثالی هست من خیلی میبینم که حالا استفاده شده، الان جا داره که من این مثال رو بزنم. حرفایی که میزنید و یه سری سوالی که پیش میاد
دقیقا به خاطر طرز فکر حالا کسایی که دارن میبینن، دارید اشاره میکنید به یک چیزی با دستتون با انگشتتون که آقا اونو ببینید، طرف میاد انگشته رو میبینه و میگه که خب این انگشت چیه، اون چیزی که دارید راجبش صحبت میکنید و نمیبینه، داره انگشته رو میبینه و راجبش سوال میکنه. و دقیقا اصلا سوالاتی که راجب همون مثالی که شهر بازی بود زدی دقیقا همینه، یعنی مثال رو زدید که آقا اینو ببینید، ولی همه گیر دادن به داستان شهر بازی. بعد لطفا من واقعا خواهشی که دارم از بچه ها اینه که ببینید چیزی که مثلا داره بهش اشاره میشد و نه خود اون نوک انگشتو. پرسش دیگه که پرسیده بودن راجب یوگا، این مدیتیشن، این مراقبه، این داستانا بود. مدیتیشن فارسیش میشه مراقبه، مراقبت. ما راجب شیطان گرایی، شیطان پرستی، پرست یعنی به مفهوم پرستش یا ورشیپ نبود دیگه، به مفهوم پرستاری کردن بود، مواظبت بودن بود. باز کلمه مراقبه رو میبینیم، مراقبت کردن. خب این نیست که تو باز مواظب خود باشی چارچنگور زیر ماشین نری، معلومه که باید مواظب خود باشی زیر ماشین نری، ولی داره میگه از یه چیزت باید محافظت کنی. این مراقبه، این تمرکز بر تنفس، بر اعصاب، بر چیزهایی که میخوری، بر کارهایی که میکنی، این یک داره بهت میگه مواظب باش. حتی بهت نمیگه بکن یا نکن. ببین همیشه ما به مفهوم دین رو آگاه باشیم، مثبت و منفی نیست، پیشنهاد داره میده، یک ایده است، یک اسمه، یک اسمه. اینو چون انقدر تو کامنت ها پرسیده بودم دیگه من کف کردم که خب این خیلی ساده است، لطفاً دقت کنید به این مفاهیم. زور نمیگه بهتون باید تو مواظب خود باشی، نه، مراقب یعنی مواظب باش، مراقبه کن. و باز برمیگرده به همون فرکانس ها، به همون سیستم ترس، به همون سیستم شرم. و یوگا رو پرسیده بودن، یوگا کلمه فارسی بازی که یوگی که تو انگلیسی میشه یونیتی، یونایتد میاد، یعنی جمع شدن، پیش هم رفتن، جمع و جو کردن. بیا ما مثلا یکی قات میزنه، نشت میزنه، میگیم جمع و جو کن خودتو دیگه، جمعش کن. خب چی رو جمعش کن؟ ما مفهومی داریم صحبت میکنیم. اول بحث گفتم این ماتریکس ها مهمه که ما دقیقا کجا این کلمه رو به کار میبریم. یوگا یعنی که جمع کردن این قدرت ها و قوه ها. حالا لازمه بدنی داره، بله، کشیدنی داره، تنفس داره، غذایی داره، هزار تا داستانه. من پیشنهاد نمی کنم هرچی کلاس های مدرن هست، من میگم نه، چون توش الکتولک داره، علمشنگه داره. هرچی قدیمی تر و باستانی و تو کشورهای دیگه وجود داره که به شکل کهن برگزار میشه، میگم آری، برید اونا رو ببینید، دوراش رو تست کنید و کسب کنید. این خیلی ساده راجبه این شمالیزم و مدیتیشن. تو کامنت ها من داشتم نگاه میکردم، سوال کردم راجبه انسان کامل. خود انسان کامل باز یه مفهوم غلطه، یعنی از اون تفکر دینی و اسلامی میاد. چیزی که تو دین اسلام و بقیه دینا به ما میگن که ما کاملیم، اشرف مخلوقاتیم، همه چیز برای ما آفریده شده. نه آقا جان، این خبرا نیست. همونجور که قبلا گفتم تو پنتاگرام اون چهار تا عنصر وقتی انسان در بینش و کنارش قرار میگیره که ببینه چجوری میتونه با اینا تعامل داشته باشه، این اون چرخه‌ایه که سیتانیزم رو میسازه. در واقع عمل و عکس العمل بین این عناصر و انسان که چجوری اینا رو شیمی، کیمی، آلکمی کنه و بتونه این مسیر رو جلو ببره و بسازه، نه اینکه خراب کنه، خراب کردن تو صفت ما نبود، بسازه و بهینه کنه و فرمول بده، نظم بده. این اون تعریفی بود که انسان با این عوامل قرار میگرفت که اون پنتاگرام میشد. ولی اصلیش اون دقیقا، ولی اصلیش چیزی که ما تو اون بازی نیستیم چهار عنصره، چیزی که حالا تو ملا صدرا اسوار اربعه، سفرهای چهارگانه، تو چلیپا، سواستیکا، این چهارتا عنصر. اصلا ما تو این بازی نیستیم رسما، اصلا هیچ جا تعریف نکرده انسان رو تو این داستان. چون این باز برمیگن به بحث ای آی، این یک نظمیه که داره میره تو، به زبان پهلوی میگن رتا یا اشا یا اشو تو تکست های
زرتشتی هست دیگه، اشو و هیچ سمستی. این اشو ترجمهش میشه کاسمیک اوردر، یعنی نظمی که رو به جلو هست و طراحی شده. کی اینو طراحی کرده؟ مثل اونه که کی شهر بازی رو ساخته، با اون کاری نداریم، نمیتونیم باش کار داشته باشیم. ولی یه پرانتز کوچولو باز کنم، تو این عصر چون ما ای آی رو دیولاپ کردیم و دوباره کشف کردیم، ما بشر شروع کرده این ای آی رو هک کردن. یعنی با داستانه کلونینگی که پیش میاد و اون سوالایی که راجبی یو اف او پرسیده بودن و این مفهوما، ما داریم هک میکنیم این رتا یا این اشا رو، این کاسمیک اوردر رو، که خب هر دفعه تو تاریخ کردیم این آسمونه سوراخ شده، آب اومده، ریست شده تمدن. این هم داریم برای کسایی که علاقمند این داستان هستن. و خود بحث انسان، ما یکی از داغونترین موجوداتی هستیم که روی، یعنی تولید شدیم، آفریده شدیم توسط اون نظم کیهانی، دارم میگم رتا. مهاد یعنی ماشین رو خیلی تمیزتر و دقیقتر از ما درست میکنه. سیستمی که ما داریم اصلا متعالی و خفن و اینا نیست، نش زده. یعنی یارو که طراحی میکرده رسما گند زده. و الان کلی دانشمندا از سال 2000 به بعد بخشایی از بدن رو دارن اصلاح میکنن. برای مثال مدل پای ما طراحیش غلطه، طراحیش خیلی عقب افتاده است و دارن طراحی جدید میکنن و اون رو تو کلونینگا دارن استفاده میکنن، برای اینکه این پایه مدل قضروفهاش، زاویهاش، مهندسیش گند زده یارو کسی که طراحی میکرده. و خیلی خیلی مسائل دیگه هست که مباحث پیچیده تریه، برای کسایی که علاقمندن میتونن به این پژوهشگده ها سر بزنن. بولتن دارن، آپدیت داره میاد بیرون تو راجع به کلونینگ و ما رسما یک ساخته پرداخته یک ماشین بسیار داغون و سیستم مغز یک فاجعه است. رسما یادمون میره، قاطی میکنه، یه چیزی مثل ویروس میاد میزنه میترکونمون، زیر پوست آفتاب داغون میشیم. کلن خیلی اختلال داریم این محصولی که ما راجبی صحبت میکنیم. انسان یک گند طبیعی کامله که اصلا که وقتی کلمه انسان کامل و این مزخرفات میاد رسما خنده داره، جوکه. سال دیگه باز راجب اون شهر بازی و کی ساخته و اینا، به نظر من کسی که تنبله و کسی که دنبال حقیقت نیست به حاشیه میپردازه، درگیر فشنه، تو خاله بازی و الک دولکه. و ما گفتیم سیتانیزم، رسم رهایی، این یک آینه، لات بازی نیست. چیزهایی که ما داریم میبینیم، اکتایی که داره میشه، رسما لات بازیه. ما چیزی که داریم یه آینه پهلوانیه. اینا یه فرق خیلی با هم فرق میکنن. خب ما اینی که بیام جری بشیم سر اینکه کی اینو ساخته، برای چی ساخته، بلیت من کو، پول منو بده، این داستانا، ما اصلا وقت نداریم راجع به این چیزها صحبت کنیم. هر سنی که هستیم میتونیم کلی دوره ببینیم، چند تا کشور رو بریم ببینیم، چون سفر کردن خودش یه اطلاعات میاره. ما چند تا زبان باید یاد بگیریم اصولا، زبان انگلیسی که بدون شک، زبان آلمانی رو من پیشنهاد میکنم به خاطر ساختاره، چون شبیه پهلوی و اوستایی هست، شبیه ساختار زبان آذری هست، ما رو کمک میکنه ریشه هامون رو پیدا کنیم. بازی کامنت دیگه گشته بودن نظرتون راجع به چنین گفت زرتشت. نیچه در واقع اومد گفت زرتشت این ایده ای که داده بود، کاشکی اروپا این ایده زرتشت رو دیولاپ میداد و بست میداد که ما به این بنبست غرب نرسیم. و داشت گلایه میکرد در واقع، میگفت کاشکی چیزی که زرتشت گفته بود، چون راجع به یه اشا صحبت میکنه زرتشت، یک مهندس حالا نجوم، مهندس آب و یک مهندس زندگیه و یک پترن مهندسی رو زرتشت ارائه میده. واسه این پروگرسیوه، واسه این پیشرفته است و واسه این هر جا به دین ختم میشه داغون میشه، هر جا نادیده گرفته میشه بشریت به انحراف میره، جوری که غرب الان بهش رسیده. واسه این ما بیایم رو این خودمون کار کنیم، دوره های زیاد ببینیم، کشورهای مختلف رو بریم و زبان برنامه نویسی بلد باشیم برای که بتون راحت پول در بیاری با شرایطی که توش هستی،
و زبان‌های باستانی رو یاد بگیریم. این در دسترستونه تو ایران، همه داره، از اوستایی و پهلوی، کردی، اینا خود سورسه. زبان رو یاد بگیر که وقتی اتفاقی جایی به وجود میاد بفهمی چه خبره، که چند چندی، وگرنه دچار الکتولک باز میشی، سر میخوریم تو خرافات. و بحث، ببخشید من یادم رفت، بحث ساز زدن، چند تا سازو بلدین بزنی، این یکی نکته مهمه که این در دسترسته، نمیتونی بگی نیست، و چند تا ساز باید بزنی. و به نظر من بهترین مراقبه و مدیتیشنی که دارین ازش سوال میکنین، انقدر گیر دارین قفلی زدین روش، ساز زدنه. چند تا ساز باید بزنین و بعد عرق بریزین رسمن، بعد پاره بشه این خون، بعد بیاد دست، تا اون وقتی ساز میزنی تنفست طبیعی میشه، اینتنشنت، اقتدارت تکامل پیدا میکنه، یک سری از چیزا اتومات میشه. من نمیتونم توضیح بدم، هر کی تجربه کنه اینو خودش میدونه. تو زمان رو دیفیت میکنی، یعنی بحث جبری زمان بودن رو از بین میبری. یه یک اتفاق فوق العاده ماجیکاله، رسما ساز زده ماجیکاله. و یادم اومد که تو دیالوگ قبلیم، استدیو که ما داریم و تمرین میکنیم با گروه همون اونجا، خب چون خیلی گرون هست، بعد کرونا ما شیر کردیم اینو با یه چند تا گروه دیگه، و یکی از بندایی که اونجا تمرین میکنه 5 تا آقای بسیار محسن هستن که سنا اینا 65 70 75 و اینا یه چیز مثل جاز، تانگو، توی مایه ها بلوز اینا میزنن، و به حدی اینا پیرن که برای ما وقتی از تمرین میایم بیرون، خب سن ما با اونا فرق میکنه دیگه، ما میگیم که خسته شدیم، کلافه شدیم، جون ندارم، بعد میریم تو اتاق تمرین میبینیم اینا رو رسما کف میکنیم که واقعا سنشون باشه، یعنی تو اتاق میخوان رد بشن، من هر لحظه میگم این الان آقای میفته. بعد یه موقع میشه ما زودتر میریم پشت اتاق اونا و جدی دعوا میکنن، این نوت 4 ریف بود، اون نوت اشتباه زدی. و بر ما رسما درس، یعنی بر من شخصا انقدر درس بود این داستان که خب این آقای میتونست الان خونه بمونه، خونه میمود، مرده بود رسما. اصلا رمز این که اینجا وجود داره اونه. بعد اینا تور دارن، میکشن، میبرن، اجرا میکنن، بوکینگ ایجنسی دارن. واقعا برای من یک درس بارن، هر دفعه من میبینمشون شوک میشم، انقدر برام جالبه و جذابه. اون اینم در رابطه اون سوالی که ساز بزنی عرق بریزین، مدیتیشن تو چنل متال داریم صحبت میکنیم، کجا میخندیم، بهتر اینجا همینجاست. یه کامنتی هم گشته بودن راجب این که یه جانریو برم پول در بیارم، یه کارایی بکنن، که دیدی شما اونو؟ آره اون سوالات رو قاطی کرده بود، یعنی نباید اونجا میپرسید. نه اتفاقا خیلی نکته خوبیه، چون ببینید ما راجع وقتی هنر صحبت میکنیم، باز برگردیم به کلمهش، هو به اضافه نر یا نره، هو یعنی خوب. ما همین الان اصلا هو معادلش میشه خو، میشه کو، میشه سو، تمام اینا گویش های مختلف ایرانی قدیمیه. مثلا ما وقتی به هم میرسیم بعد این که میگیم درود، چه کلمه به کار میبریم؟ خوبید، خوب هستی، خوب هستی، سو هستی، سو همون یه گویش دیگه است دیگه، سو هستی، کا یه پسونده، در واقع کلمه‌ای که ما میگیم سو هستی کا، داریم میگیم خوب هستی کا، همونو داریم میگیم. میخوام بگم این یه ریشه قدیمی داره، هو که هنر شده خوب بوده، و نر هم باز یعنی خوب، ولی اینا مراتبشون تو سیستم یا چیزی میگیم آرت، همون ارته هست، ارته برمیگره به همون رتا و همون نظم کیهانی که من صحبت میکنم، هونر، سونر، خونر، تمام اینا هست، گونر، یا چیزی که ما بهش سونار داریم، این برند دراما هست، سونار. آره، از زبان فارسی گرفته شده، سونر، باز میگه هونر. راجب هنر داریم، هنر یه مفهومه، هنر بازار نیست، مارکت نیست که بشه پول در آورد باش. یعنی این تفکری که باز تو این کامنت دیده شد برمیگرده به تفکرهای اسلامی که چی جوری من از این میتونم پول در بیارم، چی جوری میتونم جیب خالی کنم. اصلا هنر عشه یک، تو راجبه این نظم کیهانی داری صحبت میکنی که تو بخشی از اونی، و اصلا
یک نبرده، یک رقص در کیهانه، ولی بوی رهایی داره. یعنی اگه شما باز کانسپتی میشنوی هنر اسلامی، دوباره برمیگردیم به اون پارادوکس. اسلام که سمبول بردگیه و هنر، تو چی جوری میخوای با بردگی برخصی؟ هنر یا اون عشه پارادایم و محورش رهاییه، اصلا نمیچسبه به چی سیستم دینی. وقتی تو با دینی قاضی میکنی دوباره همون کریستیان بلک متال میشه، تضاد به وجود میاد. و اینه که و یه امر اهوراییه. نبیم من نمیخوام اهورا و اهریمن رو در مقابل هم قرار بدم، این دوتا همون یین و یانگن که راجب نمادها حالا بعدا صحبت میکنه. یین و یانگ با هم کار میکنه، یک تکامل دوگانه است. و هنر چیزی که داریم سوی ارته یا آرته، یک مفهومه، یک تجلیه، زوری نیست توش باید انجام بدیم، و اینکه خوب و بد نداره، و اینکه ازش پول نمیشه در آورد. اصلا مشکل پول، اصلا همین کلمه که تو اینو مطرح میکنی، یعنی تمام مفاهیمی که تو ذهنته به یک نقطه میرسه. این مدل هرمی، مدل اسلامی فکر کردنه که تو تای هر چیزی میرسی به الله، تای هر داستان جانبیام هست میرسی به پول، یعنی همون مسیر رو داری میری، در صورتی که کل این فرایند به رهایی باید برسه. یعنی تو اگه قطعی میسازی باید حس رهایی بکنی، باز میتونی در کنارش تیستیک بری، تو یک موسیقی اسلامی بسازی. اون تضاد دست دیگه، اینا به هم نمیسه، جمهوری اسلامی اینا تو هم نمیره، تو به زور اینو تو هم میکنی و ارائه میدی به مردم، مردم هم که خب قبول میکنن. خب میگن این توش جای رهایی نداره، آزادی نداره، این همین گره هایی هست که مثل ویتامین سی، مثل روح الله، مثل چیزهایی که به خوردمون دادن، واسه این ما تمام اینا رو باید استفراغ کنیم، و اونجاست که ما میتونیم خالی بشیم از این داستان. راجبون آسیب زدن، باز من پیغام دی ام داشتم اون تو. ما وقتی تو زبان ایرانی صحبت میکنیم خیلی راحت میگیم قربونت برم تو دیالوگامون. تو وقتی تو یه فرهنگی تو دیالوگ روزمرهش میگه I'm killing myself for you, I'm sacrificing myself for you، تو چه انتظاری هم من داری که بگم به خود آسیب نزن؟ فرهنگ خیلی عمیقه، ما باید یه درک کاملی ازش داشته باشیم که این کلمه کجا اومده. بله، ما مراسم قربانی هم داشتیم، انسان ها بعد این که سمتشون تموم میشد و درس میدادن، این نالج و دانش رو پخش میکردن، به این نقطه میرسودن که میدیدن توی این ساختار اجتماعی جایی ندارن، اونجا خودشون رو قربانی میکردن. و این کلمه قربونت برم که ما امروز میکشیمش و هنوز تو مکالمه هامون هست، برمیگرده به اون مفهوم. در واقع زندگی در یک اجتماعی مفهوم داره، ولی فلسفه زندگی تو فردگراییه. یعنی برای اینکه ما بلد باشیم چجوری زندگی کنیم، باید ایندیویدوالیسم بری، فردگرایی بری، تربیت کنی خودتو، آلایش کنی و تمیز کنی و اضافه کنی. حالا این چند نفر میتونن کنار هم یک اجتماع، یک قبیله، یک شهر و در نهایت یک تمدن رو بسازن، ولی اون هسته اولیه سیتانیکه، اون هسته اولیه‌اش بوی بردگی نداره، اون رهاست. این مجموعه از اینا کنار هم قرار میگیرن که لحاظ فلسفی میشه اسم. هر تفکری با هم داشته باشین، با هم شیر کنین و با هم پرکتیس کنین، انجام بدین، به شکل اسم در میاد و اون شهر به اون اسم ثبت میشه، اون قبیله اون اسم رو به یدک میکشه، که تو تاریخ هرچی به عقب برگردیم میتونیم از رو اسمای جغرافیا پیدا کنیم. و مجموعه از این کالچرها یک تمدن رو میسازه، مجموعه از این جمعیتها یک تمدن رو میسازه، که ما ایران شهری که صحبت میکنیم یک تمدنه. یعنی اینو وقتی شما خورد میکنیم، کلی استان داریم، هر کدومش مجموعه از جمعیت هاست، مجموعه از قبیله هاست، مجموعه از آدم و رسوبه که رنگ و بوی مختلفی داره و همش درسته. اینا مجموعه شده این چیز کهنی که ما به اسم ایران میدونیم. انقدر متاسفانه
نمیدونم دیگه خوشبختانه، متاسفانه انقدر طولانی و تاریخ عمیقی داریم که اگه ما الان اروپایی بودیم کارم خیلی راحت بود. دیگه کامل به سوالها پاسخ داده شد تا اونجا که واقعا در توان بود. یه سری از سوالها رو خب بهش اشاره نشد به خاطر اینکه دارم میگم بحث همون داستان انگوشت و اون نوک انگوشت دیدن است. و مرسی بچه ها، مرسی ماگوس عزیز که وقت گذاشتی و اینقدر تایم میذاری، اینقدر با بچه ها داری صحبت میکنی و واقعا دمت کم، واقعا دمت کم. از بچه ها تشکری کنم و یه بار دیگه من بگم همین که با این شرایط اینترنت دارید اینجوری میایید تو یوتیوب و حمایت میکنید، یعنی که من واقعا کار خودم انجام دادم، دمتون واقعا گرم. امیدوارم که دوست داشته باشید و منتظر اپیزود 4 هم باشید که راجع به نمادها قراره صحبت کنیم و کلی قراره که اطلاعات عجیب و غریبی بهتون اضافه شه. مرسی ماگوس جان. بکش تا کرده نشوی. تا ویدیوی بعدی موسیقی خوب گوش بدید.